سلام، من علیرضا نبی هستم، کارآفرین اجتماعی اینجا میدون ملاقات. شاید کم و بیش همه ما با چرم و مصنوعات چرمی آشنا باشیم، حالا چه چرم مصنوعی چه طبیعی. ظاهری سخت و غیر قابل نفوذ، اما باطنی گرم و گرما بخش، درست مثل پدرامون. ظاهری خشن و دستای پینه بسته، باطنی نرم و گرما بخش. برنامه امشب رو تقدیم میکنم به همه پدران مقاوم و محکم و همراه ایران زمین. ببخشید من واقعا خوابم برده بود. آقای صبر هستن، آقای حلوا، منم قوره. ما همه جوره داشتیم سعی میکردیم که واقعا کسی متوجه دگرگونی شرایط ما نشه. آقا چنگیز خیلی خوشش اومد از این قضیه. اوه فهمیدم چی تو سرش. جونمو به لبم رسوندی. خب بگو ببینم چی شده. آقا اصلا در مورد اون هیچی نمیخوام بگم. البته میدونین چه اتفاق افتاده بود آقای نبی؟ نه چه اتفاق افتاده؟ یه صحنه دیدم مثلا شوک شده. چه صحنه؟ برد بالا آورد پایین ولی باز نزد. شمشیر رو از رو بست و کتابی هم نیست. اون اتفاقی که نباید افتاد. بغض همه وجودمو گرفت. چرخ و فلک آدمو جایی پیاده میکنه که اول سوار کرد. سلام میتی هم خدا به. من فهم کردم من دیر رسیدم. بذارم خودشون هم هنوز نیومدن. استاد شما هم اطلاع نداری اینجا برای چی دور هم نشستیم دعوتی؟ گر صبر کنی زغوره حلوا سازی. اینو که میدونم ولی کلن حوصله ندارم. ولی من برخلاف شما، من اصلا زیادی حوصله دارم، کلن دارم پر حوصله ایم. از اینه که خانواده دم در منتظرن شما پای آینه بایستدی داری موشونه میکنی. دقیقا. سلام علیکم. سلام. خب مثل که صحبت از صبر و حلوا و قوره و اینجا چیزا بود من شنیدم. بله آقای صبر هستن، آقای حلوا، منم قوره. خب اگه اجازه بدیم ما شیرینی دوستیم دیگه، از حلوای جمع شروع کنیم. جناب آقای صالح حکیم. بله در خدمت شما. خب آقای حکیمی فکر میکنی چرا اینجایی؟ توی دعوتنامه نوشته بود شما دعوتید به ملاقات. خب فکر میکنی کی دعوتت کرد؟ حتما یکی از دوستان. یک دوست قدیمی. ما به آدم های خدمتدار میگیم دوست. ایشون دوست من هم هستن؟ با شما و آسیا و عشق با واسطه دوست. یعنی چی با واسطه؟ یعنی دوست پدر شما و پدر بزرگ شما. کارآفرین ها؟ بله. آها فهمیدم آقای سلطانی. آها اینقدر جب رقابتی شد من اصلا فامیلیشون هم یادم رفت. آقای سلطانی دعوت میکنم جناب آقای سلطانی تشبیر بفرم. سلام آقای سلطانی. حالا شما خواهش میکنم بفرم. بفرمید آقای سلطانی. خیلی خوش آمد. خوش آمد. خب خوش آمدید آقای سلطانی. سلامت بشین قربان شما. در دهه‌های اخیر چرم مصنوعی به عنوان جایگزینی برای چرم طبیعی به تدریج محبوبیت بیشتری پیدا کرده است. این ماده مصنوعی با ویژگی‌ها و خواص خود از جمله هزینه کمتر، مقاومت بیشتر، به عنوان یک راهکار پایدار برای تولید محصولات متنوع مورد توجه قرار گرفته است. صادرات چرم ایران یکی از منابع جذب ارز به حساب می آید. چرم ایران به دلیل کیفیت بالا و قیمت مناسب در بازار جهانی مورد توجه ویژه‌ای قرار گرفته است. کشورهایی مانند چین، هند، ترکیه، ایتالیا، اسپانیا و آلمان از جمله خریداران چرم ایرانی هستند. در حال حاضر 42 واحد تولیدی در زمینه تولید چرم مصنوعی در کشور مشغول به فعالیت هستند که 60-70% مواد اولیه مورد نیازشان برای تولید داخلی است. همچنین 50% از ماشین‌آلات مورد استفاده در تولید چرم مصنوعی ساخت داخل است.
حدس میزدم ایشون باشه. عجیبه، هر چی فکر میکردم فامیلشون یادم نمیومد. تا آقای نبی تایید کردن که کارآفرینن، حدس زدم باید آقای سلطانی باشه. خب خیلی خوش آمد. سلامت باشین. اگه موافق باشید از آقا فراز برامون بگید. عرضم به خدمتتون که چند سال پیش منو برادر خالومم با هم دیگه یک کسب و کاری رو شروع کرده بودیم که زمانهای اولیه این کسب و کارمون به مشکل خورد. اونجوری که فکر میکردیم پیش نرفت. یعنی ورشکست کردی؟ حالا ورشکستم نه، ولی خب دیگه تو آستانه ورشکستگی بود. شبه ورشکست بود. بله. اگه من درست متوجه شده باشم که آقای سلطانی میخوان به کدوم داستان اشاره کنن، باید بگم که من اون دوران یه جوونی بودم که تازه وارد کار ساخت و ساز شده بودم، زیر دست بابام کار میکردم راستیتش. خب ما همه جوره داشتیم سعی میکردیم که واقعا کسی متوجه دگرگونی شرایط ما نشه. یه روزی یکی از دوستای بابام، آقا چنگیز خدا رحمتش کنه، اومدن سر پروژه، خدا بیامرزش، بعد به بابام گفتن که ناصر، شنیدی که مهدی سلطانی وضع مالیش به هم ریخته؟ خب و داره ورشکست میشه. هنوز که هنوز من راستیتش نفهمیدم، با تمام مراقبت تایی که ما کردیم این خبر چجوری به گوش شما رسید. بعد روی بابام گفت که ببین حالا که شرایط مهدی سلطانی اینطوریه، یه برنامه بذاریم به زمین قدیمی که داره از چنگش دراریم. زمین چیه؟ آقای نبی، من و خواهر برادرام و مادرم یه زمینی داشتیم که در واقع این زمین میراث پدرمون بود، بهمون ارث رسیده. خدا رحمتش کنه. سلامت باشی، خدا امداد شما بیامون. موقعیت خیلی خوبی داشت. طبیعی بود به خاطر موقعیتی که داره. خب خیلی ها مراجعه میکردن که برای خرید و اینا، ولی ما سعیمون برای این بود که زمین رو نفروشیم. بله. یادم آقا چنگیز اصرار میکرد به بابام که آقا تو با این رابطه‌ای که با آقا سلطانی داری بیا این زمینه رو یه چیزی از چنگش در بیاریم دیگه و اینا. بعد بابام بگش بهش گفت که ببین، کسی که داره زمین میخوره پولی که ازش به دست بیاری قطعا یه روزی خرج زمین خوردن خودت میشه. آفرین به بابات. ولی آقا نبی، من دیگه موقع جوان بودم و دلم میخواست که زودتر پیشرفت کنم تو زندگیم. این بود که بدون که بابام بگم زنگ زدم به آقا چنگیز، گفتم آقا چنگیز من حاضرم باهاتون همکاری کنم، من در خدمتم اگه کاری هست. بعد آقا چنگیز خیلی خوشش اومد از این قضیه، گفت که نه باریکلا خوش آمد، تو اینطوری میتونی خیلی زود پیشرفت کنی، تو زندگی باید حواست باشه به همه چی، نمیدونم مثل شکارچی شکارو گیریم رو هوا باید بزنی و اینجور چیزا. عجب. بعد دیگه آخرش بهم گفت که تو اگه با من باشی خیلی زودتر از من پیشرفت میکنی با این جنمی که داری. خلاصه حسابی من خام شدم راستیتش. ما دنبال یه وامی بودیم که از طریق اون وام بتونیم بدهیامونو بدیم، از طرفی هم از طلبکارامون ما وقت گرفته بودیم. بله، که از این طریق بتونیم کار شرکت رو قطع تک بندازیم. بعد آقا چنگیز من گفت که از فردا پشو برو دفتر آقای سلطانی، هر روز اونجا بشین و آمار در بیار واسه من، ببین طلبکاراش کیان، اسمشون، آدرسشون و مبلغ بدهیشون رو در واسه من ورد بیار. خد عجیب. بله، فراز یه مدتی تقریبا هر روز به ما سر میزن. آره، بعد روز اول من رفتم اونجا چیز کاری که آقا چنگیز گفت و انجام دادم. بعد یه طلبکاری رو دیدم، آمارش رو در آوردم که چقدر بدهکاره و آدرس و تلفن اینا همه رو گرفتم و رفتم پیش آقا چنگیز. بعد آقا چنگیز گفت که خیلی خوب باریکلا، حالا پشت برو تو این آدرسی که نوشتی خودت پیش طلبکاره، این پولم ورده بر بده بهش، بگو این بدهی آقای مهدی سلطانی، بعد اون چکی که پیشش هست رو ورد بگی بیا بده به من. اوه، فهمیدم چی تو سرشه. آره، ولی من آقا نبی اون موقع نفهمیده بودم چی تو سرشه، اصلا غافل از این که چی کار میخواد بکنه و چه برنامه‌ای داره. چقدر کار بدی. آره آقا، من اصلا فکر میکردم چه آدم بامرامیه، چه آدم باحالیه که بدون اینکه دوستش خبر داشته باشه داره بدهیاشو تسویه میکنه و کاراشو راست و ریست میکنه. خلاصه فراز هر روز به ما سر میزن. من واقعا بی خبر بودم از کاری که چنگیز تو ذهنش هست و آقا مهدی سلطانی هم بی خبر از کاری که من داشتم انجام میدادم. تا اینکه یه روز از چنگیز پرسیدم که اما چنگیز آخرین ماجرا چی میشه؟ حالا من هر روز دارم میرم این چکار رو میگیرم، این پولا که داریم میدیم پایین ماجرا چه اتفاقی قرار بیفته برامون؟ چی گفت؟ گفت که خیلی ساده است. آقا سلطانی که وضع مالش اینطوریه، کلی طلبکارم دور و برشن، اینطوری تو میری تمام این چکا رو میگیری، حالا 20 تا طلبکار خورد تبدیل میشن به یه طلبکار گنده که من باشم.
که نه زمان میدم و نه یه قرون تخفیف، تا آخر طلبم هم میخوام. خلاصه یه شب فراز اومد دفتر ما و بدون مقدمه هم گفت اما اون زمینی رو که دارین چرا نمیخوایم بفروشین؟ آره اصلا واسم سوال شده بود آقای نبی، گفتم اما این زمینه که موقعیتش خوبه، پیشرفتم که کرده، مشتریام که پاش خوابیده، بعد جسارتاً وضع مالی شما که الان روبران نیست، خب بفروشینش بزنید به زخمی دیگه. اصلا واسم سوال بود چرا این کار اتفاق نمیفته. من بهش گفتم که من وقتی 3 سالم بود پدرم فوت کرد، من موندم و خواهر برادرام و مادری که چند جا کار میکرد تا بتونه خرج زندگی ما رو بده. من یه بار این سوال رو از مادرم هم کردم، مادرم بهم گفت پسر اول از این که این زمین اسمش روشه، این زمین یادگاریه. یادگاری میدونی یعنی چی؟ یادگاری یعنی یادگاری، یعنی چیزی که فروشی نیست. دوم از این، آینده تو خرج امروزت نکن. آفره آفره، آینده تو خرج امروزت نکن. من که اینو شنیدم راستش بغض همه وجودمو گرفت، خیلی به هم ریختم. فراز بلند شد رفت سمت در و من تعجب کردم، دویدم سمتش، حالا هی صورتش هم از من پنهون میکرد، خجالت میکشید. بله بالاخره صورتشو برگردوندم دیدم داره به پهنای صورتش عشق میریزه. بعد یه گفتم اما منو حلال کن، واقعا شرمندتم. پرسید چی شده؟ گفتم میگم بهتم، اون فقط قول بده به بابا چیزی نگی و حلالم کنی. من گفتم پس جونمو به لبم رسوندی، خب بگو ببینم چی شده. بعد دیگه قضیه رو برای آقا سلطانی تعریف کردم، ببین که روم بشه به صورتش نگاه کنم. از دفترش رفتم بیرون. فراز فرداش رفته بود پیش چنگیز و بدون اینکه چنگیز بفهمه همه چکا رو لاشه کرد. واکنش چنگیز چی بود؟ آقا اصلا در مورد اون هیچی نمیخوام بگم. خلاصه به لطف فراز من از اون خطری که در کمینم بود یه جوری جستم دیگه. نه آقا سلطان این حرفو نزنید، من به لطف ایشون از اون راهی که چنگیز واسم ساخته بود نجات پیدا کردم. خدا شاهده اصلا خودم نمیدونستم دارم چیکار میکنم. ما چند وقت بعد تونستیم حالا هر طوری که شده بود جلوی ورشکستگی شرکتمون رو بگیریم. آفرین. باریکالله. بعد آقا سلطانی تونست همین کارخونه که الان دارن رو تو همون زمینه راه اندازی کنه. این کارخونه رو تو اون زمین زدیم. بله. من روز راه اندازی حاج خانم رو آوردم اونجا و کارخونه رو بهش نشون دادم. منم بودم اون روز اتفاقا. خب آقا سلطانی حاج خانم رو آورده بودن اونجا و بهشون گفتن که یادت یه روزی بهم گفتی آدم یادگاری رو نباید بفروشه و برای آینده‌اش باید نگه داره. این همون زمینه، این کارخونه هم تو همون زمین اتفاق افتاده و اینا. بعد دیگه هاش خانم خدا رحمت شو کنه یه سری تکون دادن و هیچی نگفتن. بهش گفتم مادر زمینو که نفروختیم، زمینو آبادم کردیم، تبدیلش کردیم به یه کارخونه، آیندهمونم خرج امروزمون نکردیم، خدا کنه که از دست ما راضی بشی. آفرین. آقا من خودم مادرم از دست دادم، حس آی سلطانیو میفهمم. اون موقع هاش خانم یه لبخندی از سر رضایت زد، خدا شاهده، خدا شاهده اون لبخندی که اون روز من دیدم و تا به حال تو زندگیم ندیدم از کسی. احسن، بارکلله. دیروز، امروز، فردا. میراثی که از دیروز به ما رسیده و ما امروز داریم ازش استفاده میکنیم و باید برای نسل‌های فردا نگهش داریم. فرقی نمی‌کنه یک قطعه زمین باشه که می‌خوایم ارتقا بدیم، کارخونه بزنیم، یا یک کشور بزرگ باشه. میراث میراثه، چه فرق میکنه؟ از پدر به همسر و از مادر به فرزند برسه یا از نیاکان ما به ما برسه. چقدر در حفظ و نگهداری میراث فرهنگی خودمون تلاش میکنیم؟ آیا این چیزی که الان ما داریم میبینیم رو راضییم ازش؟ اگر نسلهای گذشته بیان و امروز آنچه که ما به محیط زیست ظلمی که داریم میکنیم، زباله هایی که در کنار دریای خزر و خلیج همیشه فارس میریزیم، آیا واقعا میراث ما ایرانیانه؟ آیا ما ایرانیان همچین آدم هایی بودیم؟ زباله ها رو از شیشه ماشین پرت کنیم بیرون؟ روی درختانی که به ما لطف دارن اکسیژن ما رو تهیه میکنن روش یادگاری بنویسیم؟ روی 33 پل که فخر اصفهان و فخر ایرانه رون با زغال برداریم چیزی بنویسیم؟ و اماکن تاریخی در چهارشنبه سوری ترقه پرتاب بکنیم؟ میراث میراثه، هیچ فرقی نمی کنه. یه قطعه زمین میخواد باشه،
یا یک آثار باستانی میخواد باشه. در حفظش همه ما باید بکوشیم، همونطور که آقای سلطانی برای دل مادرش زمین رو حفظ کرد و ارتقا داد، ما برای مام میهن باید از میراث فرهنگیمون حفاظت کنیم. باید امانت رو به نسل بعدی صحیح و سالم و بهتر تحویل بدیم. چرا؟ چون اینجا ایران است و ما ایرانیم. باید سنی فکر میکردم آینده چیزیه که آدم از امروز به ارث میبره. بعد یه سنی فهمیدم آینده همون چیزیه که امروز برای ساختنش تلاش میکنی. آنتون چخوف جمله جالبی داره، میگه درسته که تو زندگی پیروزی چشمگیری ندارم، ولی با شکستایی که از اون زنده بیرون اومدم غافلگیرت میکنم. واقعا نمیدونم اگه این اتفاق نمیافتاد و من به جای مسیر پدرم تو مسیر آقا چنگیز ادامه میدادم الان چی کاره بودم و واقعا چجور روزگارم میگذشت. اگه موافق باشید بریم سراغ قصه آقای صالح عزیز. استاد صالح، با اینکه از لحاظ سنی ما با همدیگه خیلی تفاوت سنی نداریم، ولی خب خیلی حق گردن من دارن، در واقع حق معلمی گردن من. باریکالله. چه لطف داری. زنده باشی. حقیقتش اینه که کودکی من با سختی‌های زیادی همراه بود. خب ما به خاطر اینکه یه جوری کمک خرج خانواده باشیم، یه جوری کمک حال باشیم، از همون بچگی با برادر بزرگترم با هم دیگه آقا میرفتیم مکانیکی، وردست مکانیک وای میسادیم شاگردی میکردیم. باریکالله. قصه سربازی رو بخوای تعریف کنی؟ با اجازه. اوه، مزاره قیل جدی شد. اون سالا مرسوم بود سربازایی که سواد داشتن رو میفرستادن کلاس های آموزشی، در کنار آموزش های نظامی آموزش های فنی حرفه‌ای هم ببینن. بله یادمه، ما روزی 4 ساعت میرفتیم هنرستان که همین استاد ساله اونجا معلم ما بود. من مکانیک خودرو درس میدادم و قرار بود همین آقا مهدی شاگرد یکی اون کلاس ها باشه. آها. البته کلاسی که آقا نمی، من اصلا دوست نداشتم برم و علتم داشتم. چرا؟ میگفتم آقا من رفتم این همه سال مکانیکی کار کردم، وقتی زیر بم کارو میدونم برای چی باید برم درس تئوری یاد بگیرم؟ جلسه اول که وارد کلاس شدم طبق معمول خودمو معرفی کردم و به سربازم گفتم خودشونو معرفی کنم. آقا ما بالاخره برای بچه‌ها تعریف کردیم، آقا ما این کاره ایم و بریم بیرون میخوایم مغازه بزنیم و واسه خودمون یه کسب و کاری راه بندازیم. بل میکنیم. دوباره آقا بهتی که شد نیمخیز از نیمکت بلند شد و خودش معرفی کرد و نشست سر جاش. بلند شدم گفتم سلام مهدی هم خدافظ. بهش گفتم معرفیت که نصف کاره بود، بقیهش چی؟ خودت بگو جواب چی دادی؟ نه دیگه استاد ساله نشد دیگه، من خدا وکیلی پای بیادبی من نذاری. ما جوان بودیم، کلمونم باد داشت، عشق اینم داشتیم که خودنمایی بکنیم. آره دیگه، حال بگو. والا جسارتم بلند شدم گفتم بقیهش انامته بذار جیره. بچه ها گفتن که آقا مهدی قبلا مکانیکی کار کرده و همین خاطر به نظرش میرسه که این کلاس ها به دردش نمیخونه. منم گفتم یه کاری کنیم، بیا پای تخته تو درس بده، من بشینم جای تو یاد بگیرم. والا من حقیقتش ببخشید جسارته، گفتم پای تختی جای شماست، اگه دنبال این هستی که مکانیکی رو یاد بگیری بیا مکانیکی خودمون من یادت بدم. دیدم شمشیر رو از رو بست و کتابی هم نیست. گفتم آقا میشه شما درستو بدی ما رو نادیده بگیری؟ من شروع کردم یه مقدماتی درس خودرو مکانیک گفتن، یه مطالبی هم وسطش پای تختی مینوشتم. یهو دیدم صدای خروپف میاد. رو که برگردوندم دیدم بله خوابه، همون همیشگی. ببخشید من واقعا خوابم برده بود. به بچه ها گفتم کاریش نداشته باشم، حتی زنگم خورد جوری برم بیرون که از خواب بیدار نشه. منم پشتر بقیه برق خاموش کردم و در رو قفل کردم و رفتم. یه ساعت بعد تو دفتر مدرسه نشسته بودم، دیدم صدای داد و فریاد و سر و صدا میاد. مدیر مدرسه، معاون مدرسه با تعجب هم پرسیدن جریان چیه؟ گفتم نگران نباشید، با منه. رفتم کنار در کلاس و گوش در، گفتم اون تو چیکار میکنی؟ گفتم آقا یعنی چی اون تو چیکار میکنی؟ با چی در قفل کردی؟ من نهیدی من خوابم. گفتم خب
خودت گفتی منو ندیده بگیر. خب منم ندیده گرفتم، درو بستم و رفتم. گفتم آقا خیلی خوب، حالا درو واکن، میخوام بیام بیرون. گفتم یعنی دیده بگیرم. درو که باز کردم مثل مرغ از قفس پرید بیرون. دستشو گرفتم و بردم سر کلاس، نشستم همون نیمکتی که نشسته بود. آقای حکیمی به من گفت خیلی خوب، حالا خوب خوابیدی؟ گفتم ای بدک نبود دیگه، یه چورتی زدی. گفتم میخوای سر کلاس من نه حاضری بخوری؟ خیلی خوشحال شدم. گفتم واقعا داری میگی؟ جدی خوشحال شدم. آره خوشحال شدم، چون واقعا دوست نداشتم اون کلاس. آخ آخ. گفتم آره جدیه، فقط یه شرط داره. من پرسیدم خب چه شرطی؟ گفتم یه سوال ازت میپرسم، اگه جواب بدی قولمو عملی میکنم از همین فردا، اما اگه جواب ندی با همون خط کشی روی میز 10 تا میزنم کف دست. گفتم بپرس با بپرس. گفتم یه مطلب ساده است، سیستم ترمز ماشین چطور کار میکنه؟ خیلی فکر کردم، تمام ماشین رو تو ذهنم بالا پایین کردم، ولی خب ما تئوری نخونده بودیم که. هرچی فکر کردم به این نتیجه نرسیدم. آقا واقعا میدونستم، یعنی زیر و بم ماشین رو میدونستم، ولی این جواب رو نمیتونستم بدم. آقا این سیستم ترمز چجوری کار میکنه؟ هیچی نگفت. گفتم میدونی چرا این سوال رو ازت الان پرسیدم؟ گذاشتم بچه ها برن بیرون بعدا این سوال ازت بپرسم، به خاطر اون که اون همه ادعا کرده بودی جلوی جمع خراب نشی. باورم نمیشد آدمی که به قول خودمون این همه جلو بچه‌ها کنفتش کرده بودیم اینجوری آبروی ما رو خریده بود، نازش تو ما خراب بشیم. از کنارش پا شدم رفتم سمت در، دیدم صدام کرد. گفتم که یه شرطی گذاشته بودیم دیگه. گفتم شرطو باختی دیگه، از فردا بیا سر کلاس. گفتم نه، منظورم خط کشه بود. اوه خط کشه. گفتم باشه خط کش بیار تا بی حساب بشیم. آقا ما دستمون رو بردیم بالا، جفت دستمون. استادم خطکش گرفت دستشو برد بالا با ضرب اوورد پایین، ولی نزد. این دست راست منو اوورد بالا. بعد استاد ساله یه خط خیلی خوبی هم دارن، کف دست من یه چیزی نوشت. چی نوشتی آقا؟ هنری گرداری هنری دیگر بیاموز. آفرین آقای نبی، باورت میشد نشه، من هنوز که هنوزه وقتی به کف دستم نگاه میکنم این جمله رو میبینم. اصلا همین جمله استاد باعث شد یه تلنگری بخورم برم دنبال این که این کارخونه رو راه بندازم و به اینجا برسونم. آفرین باریکرد. چند سال از این ماجرا گذشت، نه من دیگه خبری داشتم از ایشون، نه ایشون سراغی از من میگرفت. یه روز دیدم یه مرد میانسالی داره از در همسایه سراغ منو میگیره. وقتی کارخونه راه افتاد و خب خدا رو شکر به سوده ای رسید، اولین نفری که بعد از مادرم تصمیم گرفتم برم سراغشو ببینمشو بیارم اینجا رو بهش نشون بدم استاد صالح. استاد صالح. من فکر نمی کردم دیگه آقا مهتی رو ببینم، نه تصوری از چهره متفاوتش داشت. من رفتم اونجا و خودم که معرفی کردم یه نگاهی به من کرد، گفت مهتی؟ کدوم مهتی؟ گفتم که استاد نمیشناسی؟ یه مقدار که نگاه کرد از تچهره من متوجه شد. یه ساعتی با هم نشستیم و گذشته حرف زدیم. همون موقع داشتم میومدم بیرون، گفتم استاد. گفت بله. گفتم میشه افتخار بدین تشریف بیارین کارخونه ما؟ گفت برای چی؟ گفتم دوستانم شما بیاین اونجا رو ببینین، به هر حال شما تو زندگی من کم تاثیرگذار نبودید، بیاین اونجا رو ببینین. استاد لطف کردن قبول کردن، تشریف آوردن و منم تمام پرسنل جمع کردم، کل قضیه رو براشون تعریف کردم از اول تا آخر. براستم که تموم شد آقا مهتی جلوی جمع گفت ما یه بدهی به شما بدهکاری ما. گفت چه بدهی؟ آره استاد گفت بدهی چیه؟ گفتم خط کشه. آه گفتم خط کش بیارید تا بی حساب بشید. آره من شوخی کرده بودم، فکر نمی کردم استاد اینقدر جدی بگیره، ولی کاملا جدی گرفت. گشتن یه خطکش بزرگ آهنی پیدا کردم، همه چشم انتظار که من مدیرشونو جلو چشمشون تنبیه کنم. آره به من گفت دستاتو بیار بالا. من اصلا باورم نمیشد، دستامو آوردم بالا، ولی خجالت کشتم جلو اون همه آدم. دستامو آوردم بالا، رفت عقب، برد بالا، آورد پایین، ولی باز نزد. کف دستمو گرفت بالا و باز یه چیزی نوشت. به نظر تو چی نوشت؟ نمیدونم چی نوشتی استاد. نوشت هنری داری اگر هنر دیگر بیاموز. آه باز هم آره پرسیدم چرا تکرارش کردی؟
گفتم این جمله برای جوونی و بی تجربگی شما یه توصیه بود، اما الان یه ضرورته. تا اون موقع من فکر میکردم مهم اینه که من کارخونه دار بشم، ولی وقتی استاد این حرف رو زد دیدم مهم کارخونه دار شدن نی، مهم اینه که یک، شما بتونی کارخونه تا حفظ کنی، دو، ارتقا بدی، سه، استاد با تلنگری که به من زد متوجه این کرد منو که آقا آدمیزاد تا لحظه آخر باید یاد بگیره، باید دنبال این باشه که یه چیزی رو یاد بگیره، نه اینکه به یه جایگاهی رسید بکشه کنار بگه آقا من الان این رو دارم دیگه تموم شده. دنبال یادگیری باشه و اون یادگیریه که تداوم موفقیت رو بیشتر میکنه، وگرنه آدم واقعیت در جا میزنه. من از این قصه این برداشت رو میکنم که یک کارآفرین باید گوش بده، یک آدم معمولی میتونه گوش بده، خب یه نفری هم خب میتونه گوش نده، اما وقتی که میشی خلبان جون چند صد تا مسافر در اختیارته، اونجا دیگه خیلی باید دقت بکنی چون تو مسئولی. یک کارآفرین جدایی از اینکه صاحب کسب و کار باشه، صنفی یا کارخونه یا صنعتی فرقی نمیکنه، در هر حالتش یه نفریه که دو جامعه بهش نگاه میکنن، ازش الگو برمیدارن، میخوان مثل اون بشن، پس مثل اون زندگی میکنن. برای همین میگم ضرورت استفاده از دانش دیگران برای یک کارآفرین الزامه، برای یکی دیگه میتونه انتخاب باشه. یک کارآفرین باید حواسش جمع بکنه که مرتب اطلاعات خودش رو بروز بکنه. هنر و کارخونه که شما داری اگر مجدد با هنر دیگه تزیین نشه، بروز نشه، به راحتی با این دهکده جهانی به یک سال آینده دیگه محصولات تو رو نمیخرن، چون تو داری برای دیروز محصول تولید میکنی در حالی که آدم ها برای امروز دارن زندگی میکنن. هوش مصنوعی داره برای فردای ما برنامه‌ریزی میکنه، پس ما نمیتونیم در گذشته زندگی بکنیم. بروز باشید، مرتب خودتون رو در معرض آموزش قرار بدید، گوشاتون رو باز کنید، ببینید. اگه کارآفرینی، اگه کسب و کار را انداختی، بخون، گوش بده، ببین، کمتر حرف بزن. بروز باشید، مرتب خودتون رو در معرض آموزش قرار بدید. یه کم غرور خوبه واسه اینکه حد و مرز میاره واسه آدم، ولی خب از زیادیش نگم براتون. ما فکر میکنیم زنده بودن به نفس کشیدن و خوردن و خوابیدن و خلاصه بودنه، اما نه، شما تا وقتی زنده ای که بخوای یاد بگیری. نمیدونم، شاید 100 سال پیش وقتی به یه سنی میرسیدی دیگه نیاز نبود چیزی جدید یاد بگیری، چون همه چی تکراری بود. ولی با دنیای امروز که همه چی در حال تغییره، مگه میشه واسه یاد گرفتن سن و سال گذاشت؟ خب بریم قصه آقا سیاوش رو بشنویم اگه موافقید. بله، ما وقتی کارخونه رو راه اندازی کردیم به توصیه چند تا همکارا از یه عزیزی استفاده کردیم به نام مهندس نامجو. تحت چه عنوانی؟ تحت عنوان مدیر تولید. اما اینو بهتون بگم، ایشون 79 سالشون بود. ماشاءالله 79 سال. بله، این آقا سیاوش که اینجا حضور دارن نوه مهندس نامجو هست. پس شما به نمایندگی پدر بزرگتون اینجا؟ نمایندگیش یا که اطلاع ندارم، ولی احتمالاً همینطور باید بشه. از اون مهندسای قدیمی و با سابقه ای بودن که کار کردن صرفاً براشون منبع درآمد نبود، یه جورای تکلیف بود. خب ما وقتی این کارخونه رو راه اندازی کردیم، خب بی تجربه بودیم دیگه، سعی کردیم که با آوردن مهندس، چون ایشون آدم بسیار تجربه داری بودن، هم تجربهشون استفاده کنیم، هم در زمینه تولید چرم ایشون واقعا برای خودشون یه دایره المعارفی بودن. شبی که قرار بود دوباره مشغول به کار بشن و قشنگ یادمه به من گفتن که بیا اینجا بشین بغل دستم، میخوام باهات حرف بزنم. همیشه وقتی که خیلی خوشحال بود اینجوری حرف بزنم. آره خب حق داشته، دوباره برگشته سر کار. منو نشوندن کنارشون و بهم گفتن که از قدیم که برخلاف جوانای قدیم میرفت درس میخوند، مهندس شده بود، توی یه کارخونه مدیر شده بود و همیشه هم این حرفا رو میزد، ولی اون شب با یه حال هوای دیگه ای تعریف. منم این شور و شعف و انرژی رو توشون دیده بودم،
همیشه به من میگفتش که من رفتم چرخامو زدم، دوباره برگشتم سر همین چرمسازی که اول شروع کردم. آفرین، باره کرد. آره به من میگفت میدونی چیه؟ گفتم چیه مهندس؟ میگفت چرخ و فلک همیشه آدمو جایی پیاده میکنه که اول سوار کرده. خیلی قشنگ. خیلی چرخ و فلک آدمو جایی پیاده میکنه که اول سوار کرده. آفرین. آره میگفت شاید موقعشه که دیگه از چرخ و فلک پیاده بشم. وقتی این حرف رو زد من خیلی متاثر شدم. بهشون گفتم که بابا ویلکم مهندس، انشالله به امید خدا وسط همین کارخونه برات جشن تولد 80 سالگی. اما با تمام این همه علاقه ای که پدر بزرگ برای کار کردن توی کارخونه داشت، خانواده از یه جایی تصمیم میگیرن که مانع فعالیت پدر بزرگ تو کارخونه بشن. ایداد بیداد. خاطر اینکه به هر حال ایشون 79 سالش بود دیگه. من هزار بار اینو بهشون گفته بودم. گفتم مهندس الان وظیفه شما مثلا کار کردن نی. وایسا نظارت کن. بذار جوونا کار بکنن. شما وایسا بالا سرشون. ولی به واسه اینکه من رومو برمیگردوندم میدیدم پای دستگاه وایساده مشغول شده. یعنی ثانیه‌ای ول نمی‌کرد، ثانیه‌ای وقتو نمی‌کشت. عاشق کارش بود. دقیقاً عاشق کارش بود پدر بزرگ. یعنی تا میدیدی یه جا کار لنگه سری خودشو میرسوند اونجا، هی بهش میگفتیم حداقل یه ذره مراعات سن و سالتو بکن پدر بزرگ، ولی اصلا به گوشش نمیرفت. تا اینکه یه روز یکی از پسرهای مهندس که فکر میکنم پدر همین آقا سیاوش بود اومدن دفتر ما به من گفت. بله پدر من هستن ایشون. میان کارخونه و از آقای سلطانی خواهش میکنن که اگه امکانش هست به یه بهونه چیزی یه جوری عذر پدر بزرگ رو بخوان که ادامه نده کار نکنه. به خاطر اینکه چند شب پیشش توی کارخونه تمام دست و پاهاش زخمی شده بود. هرچی هم ازش میپرسیدیم چی شده میگفت هیچی، تو خیابون خوردم زنی. من بهشون گفتم آقا من اگه حتی منافع مالی خودم هم در نظر نگیرم، باز نمیتونم به این مهندسی که تو این سن و سال داره با این انرژی و انگیزه کار میکنه بگم آقا فردا نیا سر کار. آخرش توی خونه یه فکری به سر من زد. گفتم من با یه ترفندی یه نامه چیزی از نامه‌هایی که قبلا آقای سلطانی حکمایی که برای پدر بزرگ نوشته جور میکنم، مبنی بر این که ما شرکت از نظر اقتصادی از نظر مالی به ضعف خورده، مشکل داره و دیگه نمیتونیم حقوق شما رو کامل بدیم و حقوق شما به نصف تقلیل پیدا میکنه. عجب کاریه. خب پیش خودمون حساب کتاب کرده بودیم، وقتی پدر بزرگ این نامه رو ببینه دیگه خود به خود خودش تصمیم میگیره نیاد کار. یه روز من اومدم سر کار رو دیدم مهندس نیومده، پرسجو کردم گفتن آقا خبری ازش نی. سابقه نداشت مهندس 10 دقیقه دیر بیاد. به خاطر شأن و جایگاهی که داشت من به خودم هیچ وقت اجازه رو نمیدادم که زنگ بزنم بگم آقا چرا نیومدی سر کار. میدونین چه اتفاقی افتاده بود آقای نبی؟ نه چه اتفاق افتاده؟ پدر بزرگ از خوندن نامه انقدر دلش شکسته بود و ناراحت شده بود که رفت. کجا رفت؟ به هیچکی چی نگفت، هیچکی نمیدونست. یادم 2 روز به دوست آشنا به هر کی زنگ میزدیم هیچکی خبر نداشت که کجاست. عجیب. روز سوم شد خبری از مهندس نبود. خب من گفتم خدای چیکار کنم، نکنه یه وقت بیماری واسش به وجود اومده. زنگ زدم خونه‌شون، همین آقا سیاوش گوشی رو برداشت. خب گفت آقا من میام دفتر توضیح میدم. یه ساعت بعد رفتم دفتر مهندس، همه چی رو براش تعریف کردم. گفتم هر چی هم بهش زنگ میزنیم تلفنش زنگ میخوره ولی جواب نمیده. سیاوش به من گفت آقا این وضعی که درست شده تقصیر من. گفتم درسته کل خانواده تصمیم گرفتن که این کار انجام بدن، ولی من خودم مسئول این کار میدونم. شما یه زنگ بزن شاید تلفن شما رو جواب بده. من زنگ زدم آقا ولی اصلا جوابی نداد. جواب شما رو هم نداد. نه دیگه واقعا ناامید شده بودیم، دیگه تصمیم گرفته بودیم زنگ بزنیم به پلیس جریان بده. صبح روز بعدش من خواب بیدار شدم. یعنی اینطوری بهتون بگم اصلا من تا صبح نخوابیدم، همش میگفتم خدایا چه بلایی سر این بنده خدا اومده. قبل از اینکه هوا روشن بشه خونه زدم بیرون و رفتم دم کارخونه. خب یه نیم ساعتی مونده بود که بچه‌ها بیان، نگهبانم هنوز درو باز نکرده بود. می‌خواستم زنگ بزنم به نگهبان که درو باز بکنه، روی صحنه دیدم مثلا شوک شدم. چه صحنه؟
چی هم مهندس بند خدا اومده دم در وایستاده منتظر نگهبان در باز کنه بره سر کار. اصلا نفهمیدم چجوری از ماشین پیاده شدم دویدم سمتش گفتم مهندس کجایی؟ چیزی نگفت. قبل از این که بخواد چیزی بگه من سری زنگ زدم خونه‌شون. خب همین آقا سیاوش و پدرشون سری خودشون رسید. من و پدر سری رفتیم کارخونه تا دیدم پدر بزرگ نشسته و سالم سلامتی انقدر خوشحال شدم که از شدت خوشحالی گریم. پسرشون پرسید بابا کجا بودی؟ چرا خبری نداری به ما؟ پدر بزرگ گفت دهات بودم. یکی از آشنا فوت کرده بود رفته بودم دهات. به رو شما نیاورد انگار. من همونجا فهمیدم. گفتم نمیخواد به رو بیاره. شاید نمیخواد اینا بدونه که من حقوقشو کم کردم. در صورتی که من کم نکرده بودم، کار ایشون بود. ولی نامه جعلی بوده دیگه. بله، یه جوری نمیدونست. بنده خدا مهندس نمیدونست. یه جوری میخواست حفظ آبرو. سری رفت دفتر مهندسیشو برداشت، سراغ یکی از کارهای عقب افتاده رو از آقای مهندس گرفت. انگار نه انگار دیگه. وقتی که پسراشون رفتن من دوباره صداش کردم، میخواستم بگم مهندس اون نامه کار من نبوده، ولی قبل از اینکه من حرف بزنم مهندس گفتش که ببین میدونم شرایط شرکت سخته، اگه گیر و گرفتاری داری همین نصف حقوقی هم که به من میدی بده به این جوانتر و اینا واجبتر. این حرف رو که زد رفت سمت در، تا رسید به در دوباره برگشت گفت ضمناً یه چیزی بگم. گفتم بفرمایی. گفت دیروز تولد 80 سالگیم بودا. آفرین، بارکلا. اینقدر جا خوردم، اینقدر ناراحت شدم، اینقدر کارخونه رو کوبیدن تو سرم. من نتونسته بودم تولد بگیرم براش. قول داده بودم دیگه. آدمیزاد دلش به همین چیزا خوشه. گفتم مهندس اب نداره بابا. حالا ایشاله تولد 81 سالگی تو وسط همین کارخونه برات میگیرم. یه خنده کرد و رفت تو خط تولید. پدر بزرگ عاشق کارش بود. از اون جوان ها و مهندس های قدیم که کار براش تکلیف بود، عشق میکرد با کار کردن. به من گفته بود که آرزوم اینه که همیشه رو دو پا در حال کار کردن بمیرم. آخرش هم همین اتفاق افتاد. پدر بزرگ ایستاده پای دستگاه خوابیده بود. بارها اتفاق افتاده بود که مهندس پای دستگاه خوابشون برده بود، ولی اون روز وقتی بچه ها میرن پای دستگاه میبینه اون اتفاقی که نباید افتاد. من مهندس خدا بیاموز یاد گرفتم یه کارآفرین تا وقتی که زنده است باید کار کنه، باید تلاش کنه تا چرخ اقتصاد مملکت بگرده، باید مسئولیت پذیری سرلوحه همه تصمیماتش و کاراش باشه. آفرین، روح شاد. مهندس نامجو خدا بیاموز رفت، ولی یه حسرتی همیشه تو دل من بود. من به این پیرمرد قول داده بودم یه تولد برش بگیرم، نتونستم. خدا رحمتشون کنه. میگن که توی کسب و کار اگر عاشق کارت نباشی تو پیچ خمای کار کم میاری. وقتی کار رو برای پول انجام میدی بعد میبینی آدم های دیگه تو پول در آوردن موفق ترن، تو از قاله عقب موندی. اونا کمتر کار میکنن بیشتر به دست میارن، تو بیشتر کار میکنی بیشتر از دست میدی، میشه حسرت. اما وقتی کار رو عاشقانه انجام میدی هرچی که بیشتر کار میکنی آسوده تری، راحت تری. انگاره مثل این میمونه 12 ساعت خوابیده باشی و بلند میشی پشت پر انرژی. میگم اگه تو الان 12-13 ساعت کار نکردی؟ میگه چرا؟ همه که همه انرژی رو کجا میاری؟ میگه نمیدونم، هرچی کار داره پیش میره من از حالم خوب میشه. و آدم هایی که عاشق کارشونن هیچ وقت نمیمیرن، جاودان نمیمونن. مهندس نامجو نیست، ما داریم راجبش حرف میزنیم در یه برنامه پربیننده.
مثل مهندس نامجو زندگی کنید، عاشق کارتون باشید. وقتی کار رو عاشقانه انجام میدی، هر چی که بیشتر کار میکنی آسوده تری، راحت تری. خب استاد، بس که خواسته رو شما قرار بفرمید. بله با اجازه. خواهش میکنم، خوشحال میشه. به نظر من بازنشسته که موقع بازنشستگیشون میشه ما درشون رو میبندیم و میذاریم کنار، در حالی که آدمی به سن 70 که میرسه تازه اول بازدهیشه، تازه وقتیه که بشه از تجربیاتش استفاده کرد و به کار بست. من از آقای سلطانی خواستم اینه، توی کارخونهشون یه واحدی بسازن به نام، یا ایجاد کنن به نام واحد تجربه، که هفته یکی دو روز از بازنشسته‌ها دعوت کنن در مسائل کلان کارخونه نظر بدن و مسیر تعیین کنن. آفر. چشم. من اگه زنده باشم هفته بعد ایشالله به امید خدا واحد تجربه رو به چارت کارخونه اضافه میکنم. آفر. بارکالله. بارکالله. به افتخارشون. اینم یادگاری بمونه برای مهندس نامجوی عزیز. اسم اون واحد تجربه رو هم بذارید واحد تجربه مهندس نامجو. خب به رسم یاد بود یک هدیه ای از طرف برنامه میدون ملاقات تقدیم شما میشه. صنایع دستی بچه های خوشدست کشور خوشرنگ و دوست داشتنی هم ایران عزیز، تقدیم به فرزندش، تقدیم به کسی که برای ایران زحمت میکشه. یعنی قربون اشکات برم، خیلی هم سعی کردیم باید گریه نکنیم، ولی کارافین همینه دیگه، دلش پردرده. ولی هممون بمونیم برای ایران، خدمت کنیم به ایران، برای این پرچم سرنگ، برای این کشور دوست داشتنی، برای خدمتش، فرهنگش، تمدنش. ما کارافرینیم همون رزمنده ها و امیرها و سردارای دهه 60. امروز لباسمون فرق کرده، صحنه جنگمون هم فرق میکنه. تولید میکنیم برای رفاه مردممون، همونطور که جان دادن برای ناموس مملکت، ما هم امروز برای رفاه و آبادانی ایران جان میکنیم، تا پای جان برای ایران. باید امانت رو به نسل بعدی صحیح و سالم و بهتر تحویل بدیم. چرا؟ چون اینجا ایران است و ما ایرانیم.